خب دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. بریم با هم یک کشتی زیبا ببینیم از سری مسابقات قهرمانی جهان نورسلطان سال 2019. دلاور کشورمون یونس امامی با دوبنده قرمز در مقابل کشتیگیر از ژاپن قرار گرفته. کوجیرو شیگا در همه ابتدای کار دستی که سعی میکنه کشتیگیر ژاپن رو از توشک خارج کنه. یه لحظه حالا پاشو میکنه. کشتیگیر ژاپن میتونستن یه امتیاز بدن. یه لحظه تو همون لحظه‌ای که میخواست توشک خارج بشه کند کشتیگیر ژاپنی رو از توشک. کشتی‌های زیبایی گرفته و خودش رو به مرحله چهارم نهایی رسون. برنده این دیدار به نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. دستی که همچنان خوب داره کار میکنه. یا یک پایه تحت تعقیب گذاشته کشتیگیر ژاپنی رو. کوجیرو شیگا از ژاپن. یا یک پایه دیگه زانوها رو به توشک میزنه. داور میتونه دیگه اخطار یا امتیاز بدن به کشتیگیر ما. دومین بار هست که زانوها رو به روی توشک میزنه تا وقتی از توشک خارج بشه امتیاز از دست نده. یک پایدی شاخ در میان توشک دو دسته هم کار میکنن. دلاور کشورمون برنز قهرمانی آسیا رو داره در سال 2019. برنز امیدهای جهان رو گرفت در سال 2017. حالا درخواست کمکاری میشه برای کشتیگیر دوبنده آبی کوجیرو شیگا از ژاپن. اگه همینطور ادامه بده شاکلاک رو میزنن به روی کشتیگیر ژاپن. دستش تا به اینجا کار بهتر کار کرده. در دور اول تونست کشتیگیر آلبانی رو 11-0 در هم بکوبه. در دور دوم کشتیگیر قرقیزستان رو 6-0 شکست داد و تا به اینجای کار امتیازی از دست نداده. اینجا در مقابل کشتیگیر زیرک ژاپن کوجیرو شیگا قرار گرفته. یک پایه رو سرگردن هم دیگه کار میکنن. داور کشتی رو جدا میکنه و باید یک پایه از سرشاختن میانه توشک ادامه بدن. یک پایه دستی که دستای کشتیگیر ما بهتر کار میکنه. میتونن دیگه شاتکلاک رو بزنن بره کشتیگیر ژاپنی. یه لحظه رو پیش میندازه به پل میزنه. ببینیم 4 تایی میتونن بدن. برای 4 تا میگیره. 4-0 حالا جلو میفته. ببینیم کاملا دست رو گلاب کرده. باراندازش رو اجرا میذاره یا نه. یه لحظه رو میکنه. فشار زیادی داره میاره. کشتی ژاپنی هم خوب داره مقاومت میکنه ولی بارانداز رو بالاخره میخوره اینجا. نتیجه کشتی 6-0 میشه. حالا یک بار دیگه از بالا جمع جور کرده بارانداز رو. فشار زیادی داره میاره به دنده‌های کشتی ژاپنی. هنوز کاملا نتونسته بتابونه و اینجا بله میتابونه. یه دو تای دیگه میگیره. نتیجه کشتی 8-0. یه بارانداز دیگه بزنه کار تمام هست. انرژیش دیگه تحلیل رفت و داور سرپا میده. چه کشتی 8-0 در همین ابتدای کار. چه کولاکی به پا کرد، چه طوفانی به پا کرد. انگار نه انگار که مسابقات قهرمانی جهان هست و یه 4 نهایی. کشتیگیر ژاپنی رو در هم کوبی. تا به اینجا کار هیچ امتیازی از دست نده. زیرگیری از کشتیگیر ژاپنی از راه دور. خیمه سنگین یونس امامی. ببینیم میتونه خوش رو رها کنه دور بزنه یا نه. نه داور سرپا میده. 30 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم و فریادهای مربی ژاپن. نگرانی در چهرهش کاملا مشهود هست. حرفی برای گفتن نداره. یه لحظه اومد یه پیچ نشون بده کشتیگیر ژاپنی. کشتیگیر ژاپنی فنون فرنگی رو کاملا مسلط هستن. باید هوشیار باشه کشتیگیر ما. تحت تعقیب میذاره. یک پایه‌اش خارجش میکنه. یک امتیاز دیگه به اومد. اگه اخطار هم بدن کار تموم هست. نه فقط امتیاز به خاطر خروج از توشک میدن. نتیجه کشتی 9-0. 12 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. ببینیم چه میکنه دلاور نورسلطان ما. یه لحظه تو ماهی سرزیر بغل نشست و خاکش کرد به تمام. نتیجه کشتی 11-0 کشتیگیر ژاپنی رو در هم میکوبه و به نیمه نهایی راه پیدا میکنه. یونس امامی دلاور کشورمون. خب دوستان امیدواریم از دیدن کشتی زیبا ولی کوتاه لذت برده باشین. تا درودی دیگر بدرود.